Δεχάμε, Γκόλμαν. Άλλο. Δεχάμε. آقا تو کی ما حالمون گرفتین هر دفعه ما تلویزیون روشن میکنیم این بیننده شما این خبرنگار داره سیمفون حنجره میکشه میگم بس کنید دیگه چه وضعشه عزیز ما شما چه اجباری داری که نگاه بکنی چرا نمیگردونی اون بری یه دیگه بخندیم شب جمعه یه دیگه گل جان یه جا اینقدر جا هستن که برای شما رو بخندونن و نگاه بکنین کافی هست دیگه ما احتیاج نداریم شما بفرمایید شما بفرمایید آقای اتباکی؟ بله اتباکی؟ دیگه چی؟ هنر شما همین بود؟ با هنر بزرگتر هم دارید بسیار عالی شما بفهمید ازم شما بفهمید بباید ازم آقای اتباکی؟ بله قربه انتخابات این هفته چی شد برادر؟ حالا نشستن دارن هنوز تایپش میکنن و درستش میکنن همونطور که من گفتم این کار آسونی نیست با آسونی انجام نمیشه یه خود وقت میبره و مسئله آسونی نیست دارن درستش میکنن وقتی درست بشه میذاریم روی ایر که همه بتونن رای بدن آقای آتباکی بله الو بله بفهمی کاندید ما رو اضافه کردین برادر کاندید شما کی بود بابا برقی بود نه خیر ایشون رو چون اطلاع کامل راجعشون نداریم نکردیم ولی کاندید اصلی شما های احمدی نژاد رو اضافه کردیم بابا برقی غیر قربان اضافه کنید بله خیلی ممنون شما دارم نیزم الو جانم بفهمی آقا داگی من نون خود جمهور اسلامی هستم ها شما خوبه مرمتون نوش جان قربان بفهمی خب آقا داگی میخواستم بگم که شما از تحت دستم آقا احمدی نژاد گذاشتیم باید رایی ما که نفهمیدیم شما اصلا چی گفتی مثل آدم حرف زدن بفهمی چی داری میگی الو سلامی هست بدن بقایش میکنم بله اینم وقت گرانبهای تلویزیون با آزادی نصیب شما بینندگان عزیز که ازش استفاده کامل بفرمایید بفهمی خواهش میکنم بله شما بفهمی آیا تو با چی؟ جنم بفهمی سلام آقا سلام آبه چرا اسم ما رو جز کاندیدا نذاشتی آقا اتباکی ما الان اسم کی رو گوشتیم که اسم شما نذاشتیم و اسم ما هم مخابات بذاریم خب بفهمید اسم دونه میذاریم شعبان جعفری شعبان شما شهر صدا جوون مونده آقا شعبان جعفری آره عزیز ماش اسم ما هم بزن آخه اونجا بله چشم خب خب متاسفانه اینا بفهمی خواهش میکنم الو بفهمی اعوذ بالله شیطان و شما بفهمی الو بفهمی خواهش میکنم الو شما اتاکی بفهمی شما بله بفهمی بفهمید آقا اتباکی من که شما را اذیت میکنم آقا کسی من را اذیت نمی کنه کی من اذیت میکنه اذیت یعنی چی؟ آقا مطلبتون رو بفهمی خواستم بگم با وافور بزن تو کلشون بله خیلی اینم هنر شما امیدوارم که پدر مادرتون بگم به 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 چه بچه ای بارو بردین افتخار کنن به شما شما بفهمید الو آقای اتباکی جان بفهمید شما الان داشتین درباره آقای کندی صحبت میکردین کدومشون؟ اصلا کلن خانواده ای کندی بله آیه اتباکی من نمیدونم تو کی هستی از کجا میای تو پدر جد و آبادت شما کی هستی باشه زن مرد خواهد بفهمی خواهش میکنم الو بفهمی سلام آقا سلام عزیزم آیه اتباکی موضوعی که خواستم بزرگتون عرض کنم این که ببینید من به حالو نمیخوام رسوال از مذهب بکنم ولی در ما به هر حال یه سری مسائل باید رعایت بکنیم و اون این هم هستش که ببینید ما در مذهبمون اجازه داده نشده که ما ریشمون رو بتراشیم چون یه نفته به خاطر مسائل اون در مذهب شما خب حالا منظور از این صحبت چیه؟ منظور الان شما خب این کار کردید این یک چیز بدی من تو مذهب کی گفته که نباید ریش رو تراشید؟ شما بالاخره ما هممون ببینید آقا چرا نمیخوام با شما بحث کنم من این پس میخوای با من چی کار بکنی؟ بحث نمیخوای چرا اینجا زنگ زدی با نه این نمیخوای بحث بکنی شما مسلمان هستی بنده به گور همه کسم میخندم که مسلمان باشن شما آخر ریشتون رو نباید بتراشین یعنی چی من چرا نباید ریشم بتراشم
بعد این بخواد اینکه برخلاف چیه؟ ببینید آیات اعظام. آیات چی؟ کی به شما گفت که من مسلمانم آخه؟ ببینید در شما آقای عزیز. بله بله. کی به شما گفت که من مسلمانم؟ بالاخره همه ما ببینید این همه ما چی؟ از نظر پزشکی این حرفی که اینا زدن به خاطر مذهب نیست، نظر پزشکی. آقای عزیز به من شما پزشکی شما نظر به ریشتون رو نزنید. بنده از نظر پزشکی شما میزنم، معمولا هم که میزنم یه تیق از این ور، بعد یه تیق اینجوری، بعد یه تیق دیگه اینجوری که همچین تا اون بیخ ریشا زده بشه. ببینید آقا جان، بنده شما بر من میخواد تصمیم بگیم ریشمو بزنم یا نزنم؟ شما ریش خودتو بذار عزیزم، به کسی دیگه هم کار نداشته باش. اگر من به شما گفتم ریشتو بزن، شما به من بگو ریشتو نزن، درست شد؟ من میخوام تو سر شما و امثال شما اینو فرو بکنم که داداش من، شما کاری که میخوای بکنی به نظر خودت، کاری که به کسی دیگه ضرر نمیرسونه انجام بده، دیگه به کار کسی دیگه کار نداشته باش که اونم همین کار شما رو بیاد انجام بده. آیات اعظام اینو حرام دونستن آقا. خیلی خوب، از نظر شما حرامه، شما کار حرام نکن، دیگه به شما مربوط نیست که من میخوام کار حرام بکنم برم جهنم، حالا این به شما مربوطه؟ خب بالاخره ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر شما خب وظیفتون رو انجام دادین، حالا من گفتم ریشتو نزن، من به شما گفتم به شما هیچ مربوطی نیست، شما به ریش خودتون رو بزنید، به ریش بندم کار نداشته باشید، وظیفتون رو انجام دادین حالا؟ بله بله. خیلی ممنون، محبت کردین، از تلفنتون خیلی متشکرم. خداحافظ شما. و به این نتیجه ما رسیدیم که اکثریت مردم، و اگر من ممکنه تقاضا بکنم، خواهش بکنم از عزیزان که الان من زنگ میزنم به این زنگ نزنن، چون فایده نداره، صحبت نمیتونیم بکنین، جوابم نمیدین و خودتون رو وقت خودتون رو تلف کردین و وقت ما رو. اینم بنده خاموشش کردم. که خیالتون راحت باشه، دیگه خودتون ناراحت نکنین. از بحضور شما که مخصوصا وقتی بلاک هم میکنین، حالا من این راجع به مثلا بلاک کردن شما تلفن هفته پیش صحبت کردیم، یه بار دیگه هم بگیم. یعنی چی؟ شما فکر میکنید که مثلا من با شما تلفن شما چی کار میکنم؟ حالا شما فکر میکنید چی؟ تلفن مثلا بلاک میکنید که چی؟ خیلی مهمین؟ بابا خجالت بکشین. یا مثلا ایمیل میفرستین، یه ایمیل هوگوس بوکوس میفرستین به یه آدرسی که من میخوام بهتون جواب، از نظر انسانیت و ادب میخوام بهتون جواب بدم، میره برمیگرده میگه همچین آدرسی وجود نداره. من که دیوانه این، من با ایمیل شما میخوام چیکار کنم؟ به چه دردم میخوره؟ ترجیح کردی؟ آیه مهندس اگه حاضر هستی من بگون یارو چیزو بزن یک بار امشب که بعدش بدیم بریم. بفهمی خواهش میکنم. هلو. یس. بفهمی. یا هوز دیس؟ مستر کامران. یس. شما بفهمید عزیز. شما بفهمید. میاو. آخه که شما بفهمید. حالا فولادمن از سمت را حرکت میکنه، پاس بلند روی سر رضا پهلوی، توی دروازه کامران اردابکی، تو شما بفهمید. نیرو بکن که با کم تر هر بیزنی. شما بفهمید عزیز. هلو. بفهمید. سلام. هلو. بفهمید. سلام آقای اردابکی. جانم آقای اتابکی، من جدیداً در واشنگتن یه چیزی رو متوجه شدم، بخواستم با شما در میون بگذارم، و اون این هستش که یک سری از اعضای ساواک اینها دور هم جمع شدن و اومدن یه چیزی درست، یه مجمعی درست کردن به نام ساواک در خارج، ترجمه میکنید؟ و اینها یعنی دنبال اشخاصی هستن که یادتونه در ایران اگر کسی مثلا به شاه یه چیزی میگفت میومدن میگرفتن میبردنش، حالا یه ازشون اومدن این برنامه رو درست کردن، توجه میکنید؟ و یه سعی میکنن خودت اذیت کنن. اوجا وقت ما رو تلف نکن قرب شکل موعد دارم. شما بفهمید عزیزم، چرا مردم مریضن؟ چرا انقدر شعور ندارن متوجه بشن که این وقت زی قیمت است که پول بالاش میره؟ پول بالاش میره، برای شماهاست، برای استفادتونه. بفهمی خواهش میکنم.